به نام خدا، با عرض سلام خدمت مخاطبین عزیز فرادرس. بنده مهرداد رجب‌علی فردی هستم. دی وربن زاین اون هابن، افعال زاین و هابن که پایه‌ای ترین افعال در زبان آلمانی هستن و حتی وقتی ما می‌خوایم یک فعل رو در زمان گذشته بنویسیم که در آینده انشالله یاد خواهیم گرفت، هم از اینا استفاده می‌کنیم و در خیلی جاهای دیگه هم شما سر و کله این دو تا فعل رو می‌بینید که پیدا میشه رو می‌خوایم با هم دیگه بحث کنیم. اما فعل زاین، das Verb زاین، das ist die Konjugation von زاین. Konjugation میشه صرف، صرف فعل زاین. ما خب پرسونال پرونومن ها رو یاد گرفتیم، ضمایر شخصی ایش، دو، ار، زی، اس، ویا، ایا، زی، اوند، زی. حالا گفتیم تفاوت اینها رو با هم دیگه. ایش، بین، دو، بیست، ار، زی، اس، ایست، ویا، زیند، ایا، زاید، زیون، زی، زیند. بچه ها، این صرف افعال در زبان آلمانی رو حالا در اسلاید بعدی هم خواهیم داشت. شما باید یاد بگیرید که در زبان آلمانی در واقع افعال صرف میشن. اگر مثلا در انگلیسی ما میگفتیم I am، من هستم، You are، تو هستی، He، She، It، مثلا Is رو میگفتیم، اینجا تمام این حالت ها اون صرفه براشون صورت میگیره. حالا اینجا فعل زاین هر کدومشون یه قاعده خاصی دارن و بعد اینا رو دیگه شما به خاطر بسپرید و یاد بگید. اما برای سایر افعال یک سری اندونگ ها یا اون پسوند هایی رو خواهیم داشت در پایان ریشه در واقع افعال که اضافه میکنیم و یه ساختار منظمی رو بهش میدیم. البته در افعال با قاعده، حالا در افعال بی قاعده هم که یه سری تغییراتی داریم که اونها رو در اسلاید بعد بهش خواهیم پرداخت. البته فعلا روی کرده ما فعل زاین و هابن و یک سری افعال خیلی ساده هستش. خب پس من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید. حالا شما، حالا این زی هم که شما به محترمانه به یه استادی، یه معلمی، یه چیزی شما هستین، این زی هم که اونها در واقع هستن. بحثی که دارید اینجا در تصاویر هم مشاهده میکنید که این خانوم هم داره اشاره میکنه که ایش بین، من هستم. مثلا خود من ایش بین این لغا، من یه معلمم. اما فعل زاین، ببینید گفته ویا بنوتسن زاین. فعل زاین رو استفاده میکنیم، بنوتسن، یه جا دیگه هم بنوتسن داشتیم، بنوتسن یعنی استفاده کردن. ما استفاده میکنیم فعل زاین رو میدم نومیناتیو با نومیناتیو زوم بایشپیل فور. ببینید نومیناتیو که در آینده مفصلا در آموزکی بهش خواهیم پرداخت، همون حالتیه که شما در نظر بگیرید انگار زوبیکت، فاعل. فاعل رو در زبان آلمانی اگه بخوایم کاتگوری کلیش رو بگیم، صرفا اون در واقع نهاد حالا یا فاعل، میگیم نومیناتیو. نوعی نهاد ما، نومیناتیو ماست. که حالا اون نهاد میتونه چی باشه؟ میتونه نامن باشه، اسم. خب اسم، که حالا ایش بین مهرداد، من مهرداد هستم. ببینید این در واقع زاین، فعل زاین برای گفتن اس که آقا من مهدادم اومده، با فعل در واقع بین ما داریم که از نوع زاین ایش بین مهداد. حالا میتونه یه شغلی باشه، بغوفه، بغوف میشه شغل، بغوفه جمع میشه بغوفه. توماس ایس لغا، توماس یه معلمه، لغاس. آلتا میتونه سن باشه، دو بیس دقایون سوانسیش یاغ آلت. این خوندن اعداد رو هم در آموزکی کامل بهش میپردازی. فعلا 23 در آلمانی دقایون سوانسیش، دو بیست دقایون سوانسیش یا قال، شما 23 سالته. فعلا ما سن رو گفتن ملاکمون نیست در این مرحله، فقط این 20 و اینکه کجا اومده وقتی بخوایم شغل رو بگیم، سن رو بگیم، اسممون رو بگیم. ایموشن، همون ایموشن انگلیسی، تلفظش فرق داره در آلمانی. ایموشن یه احساس. ای ازاید گلوکلیش، شما خیلی خوشبختی. این سعادت من بودن، خوشبخت بودن شما. اصلا بداری میگی محمد علی شما خیلی خوشبختی دا. ایگنشافت، ایگنشافت یه مشخصه است. خب اریس گروس، ایشون بزرگه، یعنی حالا از روی که قد مثلا بلندی داری، هیکل گروس. کلاین داریم، کوچک، گروس بزرگ. خب پس تو این حالت ها ما در واقع از فعل زاین میبینیم که سرکلش پیدا میشه. اما اینا رو که بحث کردیم، نامن، بغوف، اسامی و شغل و آلتا، سن و ایموشن، احساسات، ایگنشافتن، مشخصا،
مثلا اینجا این دو تا دکتر هم دیگر میبینن. گوتن تاگ هر مولا، ایش بین هر وبا. سلام آقای هر مولا، من هر وبا هستم. ایش بین آرت، من یه دکترم آرت. ایش بین فیت سیش یق آلت، من 40 سالمه. دس ایس فراو شنایدر، ایشون خانوم فراو شنایدر هستن. زی آربایتت زه پروفسیونل، این آقا داره در واقع به ایشون خوش آمد میگه و میگه این خانم اشنایده است، خیلی در کار خودش پروفشناله، که باز تلفظش فرق داره و حالا دیکتش هم همینطوریم پروفسیونل. خیلی قرابت داریم، خیلی قول خوش، خیلی انگلیش کای بین انگلیسی و آلمانی هست. سلام میکنه، سنشو میگه و اینکه میگه خانم اشنایده خیلی آربایتن کار کردن، خیلی حرفه‌ای کار میکنه. میبینید بین کجا اومده اینجا؟ برای اس. اینجا برای چی اومده؟ برای شغل. اینجا برای چی اومده؟ برای سن. این دست ایس فقط اشنایده دوباره معرفی کردن و اسم خانم اشنایده. میبینید تو همشون این فعل زاین رو ما داریم. اما دست ورب هابن، داشتن. دست ایس کنیوگاتسیون وان هابن، صرف هابن. ایش هابه، من دارم. دو هست، تو داری. ارزیست هات، خب او دارد، حالا هرچی. وی هابن ما داریم، ای هابت شما دارین، زی هابن خب اونا دارن، زی هابن شما استاد دانشگاه، آی فردی شما اینو دارین رسمی. فعل هابن تو هاف، داشتن، حالا خونه داشتن، هاوز، این نماد در واقع پول هست دیگه، این خوکی که ما داریم اینجا میبینیم نماد پول، دست گلد مفهوم پول رو میرسون، داشتنه، سرمایه داشتن که بعد خونه معادله شه و اینها. حالا پول در زبان آلمانی داس گلد، اینا رو آشنا خواهیم شد، داس گلد و خانه هم هست داس هاوس. خب اما فعل هابن، وی بنوتسن هابن میدم اکوزاتیو، ما با آکوزاتیو از فعل هابن استفاده میکنیم که بعدش، حالا آکوزاتیو چیه، نومیناتیو چیه، اصلا مفصل به اینا خواهیم پرداخت، ولی فقط خیلی کوتاه ما استفاده میکنیم هابن رو جایی که آکوزاتیو داریم، یعنی مفعول داریم. ناخ هابن کومت این اوبیه، که مفعول میاد، وقتی مفعول بیاد یعنی آکوزاتیوه. خب ایش هاب این هاوس، من یه خونه دارم. چه چیزی رو داری؟ یه خونه. ایش هاب این هاوس ماقی هات کیندا، خونه داره، حالا بچه ها رو داره، بچه داره، البته جمع دیگه، بچه هایی داره. خب ماریا هات کیندا، داس کین دی کیندا پلورالشه، ماریا این بچه ها رو داره. وی هابن سوای اوتوز، البته اینجا سه تا، دو تا ماشین داریم، حالا وی هابن دغای اوتوز، سوای اوتوز، عکسی که داریم البته سه تا ماشین است، سوای اوتوز، دو تا ماشین داریم. یولیان بن هابن فیل گل، خیلی پول دارن. قرار شد که پلورالا هم بنویسیم اینجا، مثلا داس هاوس پلوغالش، بچه ها یه املات اینجوری می نوشتیم، یه ارم می دیم، میشه دی هویزا، دی هویزا هاوس، این املات یعنی املاتو بده به آ، هویزا. اینجا داس کیند پلوغالش کیندا، یه در واقع ار می گیری، اینجا الان پلوغالش اومده. آوتو داس آوتو، جالب اینه هم داس داس آوتو، یس دی آوتوز، این ردیف دیه همش. فیل گلد، دوباره داس گلد، که اینجا میشه داس گلد ار میگیره، دی گلدا، هویزا، کیندا، آوتوز، گلدا. این ننوشتم چون فقط این املات و ار قرار داد کردیم، ما هم اینجوری پلوغالا رو یاد بگیریم. اما با اشپیل، اشپین زارا، من سارام، ماین مان یعنی همسر من، اونت ایش هابن این فامیلیه، ما یه خانواده داریم. ببینی هابن اومده اینجا چه چیزی رو داری؟ خانواده را، مفعول اومده. وی هابن سوای کیندا، ما دو تا بچه داریم. وی هابن اوخ این آوتو، اون این هاوس، ما یه دونه ماشین داریم، یه هاوس، یه خونه داریم. اون زکین یوناس هات این کوشل تیا، یه دونه در واقع عروسک داره، حالا عروسک پولیشی و اینها، میبینید دیگه، کوشل تیا. ویشتیگه وربن ایم پرزنس، افعال مهم رو در زبان آلمانی در زمان حال میخواییم بررسی کنیم. ویشتیگ در واقع که حالا اینجا صفت شده، صرف هم شده که اینها رو هم یاد میگیریم. ویشتیگه وربن، افعال مهم
در زمان حال پرزنس، همون پرزنت انگلیسی که آلمانیش میشه پرزنس. اما اولین سلاید، رگل مسیگ وربن این پرزنس، افعال با قاعده در زبان آلمانی. ببینید رگل در زبان آلمانی همون رول انگلیسی به معنی قاعده است، آرتیکلش هم دی هستش. ما به شما گفتیم لطفاً هر اسمی رو که در زبان آلمانی اون رو فرا میگیرید، یعنی هر نومنی رو که یاد میگیرید، خواهش میکنم آرتیکلش رو در گوگل سرچ کنید و اون رو یاد بگیرید. یه نکته خیلی جالب و جذاب هم اینه که آرتیکل خود حرف تعریف، یعنی آرتیکل هم در هست. حرف تعریف خودش میشه آرتیکل، آرتیکل آرتیکل هم در هستش. یعنی از این قاعده خود آرتیکل هم در امان نمیمونه. حالا این هم گفتم که یه تنوعی بشه. دی رگل مسیگن وربن این پرزنس هبن آل دی گلایشن اندونگن، افعال با قاعده در زمان حال همگی، یعنی آله، آله همون آل انگلیسیه، آلمانی میشه آله، هبن همون هاو انگلیسی دارند، تو آموزه که قبلی هم داشتیم هبن فعل هاو یا دارند، هبن آل دی گلایشن یکسان، گلایش رو تو آموزه که گفتیم یعنی یکسان هست، دی گلایشن اندونگن. اندونگ چیه؟ اون چیزی هستش که به ریشه فعل اضافه میشه. آی فردی ریشه فعل از کجا به دست میاد؟ خیلی ساده است، وربشتام، کافیه که شما ان در واقع افعال رو حذف کنید، آن چیزی که باقی میماند ریشه فعل ماست. گه و شرایب اینجا ریشه های دوتا فعلی هستن که ما اینجا داریم، گهن رفتن و شرایبن نوشتن. اما پرسونال نومن ها هم که اینجا داریم ضمایر شخصی و اونها رو در آموزک های قبلی یاد گرفتیم، ایش، گه، دو، گس، ارزی، اس، گت، ویا، گهن، ایا، گت، زیون، زی، گهن. ایش، شرایبه، دو، شرایبس، ارزی، اس، شرایبت، ویا، شرایبن، ایا، شرایبت، زیون، زی، شرایبن. ببینید این اندونگ ها برای افعال با قاعده یا رگل مسیگ، برای پرسونال نومن ایش برای اول شخص همیشه، یا به قول خودشون ارست پرزون، ای هست. برای دوم شخص یا سوایت پرزون استه هست. برای دیگیت پرزون یا سوم شخص ته هست. برای در واقع چهارم شخص ای این، شخص پنجم ته و اون حالت ششمی هم ای این هستش. خیلی ساده، ولی این برای افعال با قاعده است، این رو باید بهش دقت کنید. اینجا در این اصلا جنبندی کردیم این اندونگ ها. هیا زیند، هیا همون در انگلیسی میگیم هیر، آلمانی میشه هیا. هیا زیند دی اندونگن، این اندونگ ها یا اون در واقع پسوند هایی که به افعال اضافه میشن، اندونگن در رگل مسیگن وربن، در واقع اندونگ های افعال با قاعده. حالا این ترکیب دی اندونگن در رگل مسیگن وربن هم یه ترکیب مضاف و مضافون الیهیه که گنیتیو بهش میگن. اینا رو همه رو یاد خواهیم گرفت. ماخت یا کاینه زورگه، دون وری، نگران نباشید. خب اینجا پرزنس در وربن، اینم بازی ترکیب مضاف مضافون الیهیه. اینا رو من فقط اشاره میکنم که یه کنجکاوی های برانگیخته بشه که در آموزک های بعدی به اونها بپردازیم و شما این فضا رو به قول خودشون فولگن کنید یا به قول انگلیسی ها فالو کنید و با ما همراهی بفرمایید. اما اون رگل مسیگ وربن، ببینید افعال بی قاعده، ما در آموزک‌های قبلی هم فکر کنم اشاره کردیم که هرگاه خواستیم یه کلمه رو منفی کنیم، یکی از راهکاراش اضافه کردن او ان هستش. یعنی اگر ما رگل مسیگ میشه با قاعده، اون رگل مسیگ میشه بی قاعده. این منفی کننده هم هست برای صفت ها. یعنی الان به عنوان مثال ما میگیم که ordentlich، ordentlich میشه منظم، یه صفت هم هست، یه اون بهش اضافه میکنیم، اون ordentlich یعنی بی نظم یا نامنظم، این اونه. حالا آقای فردی چرا اینجا بزرگ نمیشه؟ مگه این صفت نیست؟ خب این اول در واقع یه تیتر هست که ما این رو با بزرگ براتون نوشیم، این سوء تفاهم براتون اینجا نشه. viele Verben werden nicht nach der Regel کنیوگیت، خیلی از افعال فیل وربن، many verbs، فیل یعنی همون many انگلیسی، many verbs فیل وربن بعدن نیشت نختر غگل کنیوگیت، بر اساس قاعده صرف نمیشه. نکته ما بگم، صرف در زبان آلمانی میشه کنیوگاتسیون، دی کنیوگاتسیون.
هر جا که ما T-E-O-N داشتیم یادتون نره آرتیکل همیشه دی خواهد بود. دی کنیوگاتسیون، دی ارگانیزاتسیون. یعنی ارگانیزیشن فقط یه حالت تلفظی فرق میکنه. دی ارگانیزاتسیون میشه آلمانی، از انگلیسی تبدیل میشه به آلمانی، ریشه لاتینشون یکی. اما این اسم فعل کنیوگاتسیون کنیوگیرن هستش، یعنی صرف کردن، و این ایغنه که در انتها قرار میگیره، در فعل کنیوگیرن، این ایغنی که در پایان قرار میگیره، در خیلی از فعلا اینو ما خواهیم دید. تلفونیغن، ارگانیزیغن، کنیوگیرن، بخشتابیغن، اینا رو یاد میگیریم. بعد آی فردی مگه شما نگفتید که رگل آرتیکلش دیه، چرا اینجا شده در؟ این رو هم یاد خواهیم گرفت. ناخ یه حرف اضافه است، یه پرپوزیسیونیه که از نوع داتیویه و دی رو تبدیل میکنه به در. باز هم این رو برای این گفتم که یک وقتی دوستی که این رو میبینه نگه در اسلاید قبلی که گفتید قیل آرتیکلش دیه، اینجا چرا با در نوشتید. اینها رو فقط تو ذهنتون نگه دارید و به اینها پاسخ خواهید داد در آموزک‌های بعدی. Diese Verben lassen sich in Gruppen einteilen. این افعال در گروه‌های تایل میشن، طبقه بندی میشن. تایل یعنی قسمت. Zum Beispiel, به عنوان مثال, for example, schlafen. ببینید ما الان schlafen رو داریم که در دو حالت zweite Person و dritte Person، دوم شخص و سوم شخص، دیگه از اون قاعده پیروی نمی‌کنه. یعنی ما است و ت رو داریم به ظاهر، ولی یه آ به آ املات تبدیل شدن رو هم داریم. یعنی اینجا ما یه تغییر هم داریم که آ شده آ املات، دیگه اون رگل قبلی نیست. پس ما دیگه اینو نمیتونیم بگیم یه فعل رگل مسی که با قاعده است. خیر، این یه فعل بی قاعده هستش. ایش شلافه، دو شلفت، ارزی اس شلفت، ویا شلافن، ایا شلافت، زی اون زی شلافن. این آقا پسر هم اینجا خواب هستش. این عکس هم براتون قرار دادم و یه مقدمه برای شروع افعال بیقاعده. اما یک سری افعال ما داریم Verben mit Vokal wechseln، با تغییر آوا همراه هستن. وکال، ببینید آوا در زبان آلمانی مثل انگلیسی ای آ ای، انگلیسی میگیم ای ای آی او یو، آ ای ای او او، اینا وکال های ما هستن. وکال. حالا چه اتفاقی میفته؟ وکال وکسل. فعل وکسلن، وکسلن که این سه ها اینجا به معنی که خونده میشه، خیلی یه توی جا شه یه توی جا خیلی، اینجا که خونده. وکسلن یعنی چنج انگلیسی، تغییر دادن. مثلا ما پولو که ایکسچنج میکنین تغییر میدیم، به آلمانی میگیم پولو گلد وکسلن میکنیم، پولو در واقع چنج میکنیم. مثلا یورو رو میکنیم دلار. پول همیشه گلد که آرتیکلش هم هست داس داس گلد. خب بای منشن وربن، برخی از افعال، منشه یعنی سام، برخی. بای منشن این سام وربز، بای منشن وربن اندن زیش، اندن زیش هم معنی چنج، یه چیزی مثل همین وکسل هست، چنج میشه، اندن زیش میشه، تغییر پیدا میکنه. در وکال، این آواها یا حروف صدادار، این در سوایت اون دیگیت پرزون زینگولار، در دوم شخص و سوم شخص مفرد زینگولار. ایش شپیغشه، دو شپیغیشت، ارزی از شپیغیشت. ببینید برای فعل شپیغشن اینجا ا تبدیل شد به ای. شپیغشه معنی گفتگو، صحبت کردن. اما فعل زین، ایش زه، دو زیست، ارزی از زیت، ا تبدیل شده به ای. این وکال وکسلش ا شده ای ا، که اینجا ذهنم به معنی دیدنه. خیلی جذاب و جالبه. حالا سایر فعلا مثلا تقفن، ملاقات کردن. تقفن هم همینه، میشه ایش تقفه، دو تقیفت، ارزی از تقیفت، گبن دادن، ایش گبه، دو گیبست، ارزی از گیبت. این دیکتش فقط شما کافیه ا رو به ای تبدیل کنید و در تلفظم قطعا تغییر دارین دیگه. و اما فعل اسن، ا اولش اومده، ا تبدیل میشه به ای. اینو براتون مینویسم به عنوان نمونه، خیلی جذابه. ایش اس دو ایست، ارزی اس هم ایست. دیکتهاشون شبیه همه، ولی ببینی ا تبدیل شده به ای، خیلی جالبه. و یکسان هم هستن، یعنی نگارشی یکسانن، تلفظشون هم یکسانه. اینجا لزن مثلا، ایش
لزه دو لیست ارزیس هم لیست. اینها هم در واقع یکسانن، چیز عجیبی نیست، یعنی حالت دیگه ای نمیتونیم برای اینا رقم بزنیم. این یه نوع از افعال بیقاعده که در اونها تغییر آوا رخ داده. چون یه چیز جالب نوشته، بوشا یعنی کتاب ها، داست بوخ دی بوشا سوم دوش لرن، برای یادگیری زبان آلمانی. حالا اسامی مختلف و دایره لغت ها و جمع هاشون و اینها رو همه رو به مرور بهش میپردازیم، استپ بای استپ، یا به قول خودشون شقیت فور شقیت، گام به گام. اما وکال وکسل یه نوع دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا آ تبدیل شه به آ املات که تو اشلافن هم این اتفاق افتاد. حالا یه مثال دیگه، ایش فاق دو فرست ازی از فرت، آ املات دیگه ای خونده میشه، آخ لافن شلافن اون تراگن. برای اینا هم همینه، اشلافن رو که بررسی کردیم خوابیدن بود. فاقن به معنای رانندگی کردن، درایو. حالا ما میتونیم فاقت فاقن بگیم، دو چرخه سواری کردن، فاقت فاقن. میتونیم آوتو فاقن بگیم، رانندگی کردن ماشین. فاقت و آوتو هم جفتشون آرتیکلشون داسه، هر دو داس هستن، عادت کنیم یاد بگیم. خب مثلا لافن پیاده روی کردنه، شما ببینید میشه ایش لاف دو لایفست، این آ املات او رو حواستون باشه، اوی لایفست ارزی اس لایفت. تقاگن پوشیدنه، ایش تقاگ دو ترکست ارزی اس ترکت. پس ما اینجا صرف برخی از افعال رو در حالت باقاعده و بیقاعده در زمان حال با همدیگه یاد گرفتیم. صرف افعال اینجا به پایان نمیرسه، ما صرف افعال مدال رو داریم، حالا افعال مدال چیان هم اینا رو یاد دیگیم. صرف افعال مدال رو داریم، صرف افعال در گذشته رو داریم، مثلا در حالت پرتریتوم، صرف افعال جدا شدنی یا تقنبار و جدا نشدنی در زبان آلمانی رو داریم، باید به اینا بپردازیم. این فعلا در مقدمات و ما در واقع صرف افعال رو در حالت بیگینر و پایه‌ای و مقدماتی داریم با همدیگه یاد میگیریم. افعال با قاعده در تقابل با افعال بی قاعده در زمان حال، ما در آموزک قبلی افعال بی قاعده و با قاعده رو در زمان حال گفتیم. این آموزک میخوایم قشنگ در یک اسلاید واحد هر دو رو ببینیم و در چند بار در اسلاید مختلف این رو تکرار کنیم که بهتر این قضیه براتون جا بیفته. اما قبل از اینکه من شروع کنم، این به قول آلمانیا فاو اسی که اینجا نوشتیم، یا وی اس انگلیسی ها رو بگم که چی هست. ما در زبان انگلیسی به این میگیم ورسس، آرش هم تلفظ نمیشه. در آلمانی به این میگن ورزوس، این رو ز میخونن این اس، ولی در انگلیسی میگن ورسس. اینو خیلی دقت کن، یکیه، تلفظش فرق داره. انگلیسی ها در واقع پرونانسیشن این فرق داره، در آلمانی هم به پرونانسیشن میگن اوسشپراخه. این اوسشپراخه و پرونانسیشنشون با همدیگه فرق داره، که در زبان انگلیسی ما به این میگیم ورسس، در زبان آلمانی به این میگیم ورزوس. کاری نداریم، تقابل. مثلا رئال مادرید در تقابل با منچستر، رگل مسی گوربن ورزس اون رگل مسی گوربن. مثلا اینجا تقابل افعال با قاعده با افعال بی قاعده رو میبینیم. داس ورب اشپریشن ایم فرگلایش میت دم رگل مسیگن ورب ماخن، اشپریشن ماخن، که در اشپریشن ا به ای تبدیل شه. یاد گرفتیم در آموزک قبلی هر جا یه کلمه جدید دیدیم که با حرف بزرگم شروع شده، بلا فاصله ببینیم آرتیکلش در گوگل سرچ کنیم چیه. آرتیکل فرگلایش در هست، داس ورب آرتیکل ورب داس هست، اینا رو یاد بگیریم. فعل اشپقشن در مقایسه با فرگلایش، یعنی مقایسه، در مقایسه با رگل مسی که وربن ماخن، ورب ماخن، فعل با قاعده ماخن. ایش شپقشه، دو شپقیشت، ارزی اس شپقیشت، ویا شپقشن، ایا شپقشت، زیون زی شپقشن. اون
بی‌قاعده‌ای در کجا رخ داده؟ ا در دوم شخص و سوم شخص به ای تبدیل شده. اما در فعل با قاعده رگل مسیگس ورب ماخن ایش ماخ دو ماخس از اس ماخت بیا ماخن یا ماخت زیون زی ماخن صحبت کردن اشپقشن و ماخن انجام دادن. این بی قاعده، این با قاعده. اسلاید بعدی داس ورب زهن این فرگلاش میدم رگل مسیگن و زاگن که در زاگن ا به چی تبدیل میشد؟ ای ا ایش زه دو زیست ارزی از زیت بیا زهن ایا زیت زیون زی زهن ایش زاگه دو زاکست ارزی از زاکت بیا زاگن ایا زاکت زیون زی زاگن. تقابل فعل ذهن دیدن و زاگن گفتن. Das Verb sehen im Vergleich mit dem regelmäßigen Verb sagen. در ذهن ای به ای تبدیل میشه. Ich sehe, du siehst, er sie es sieht, wir sehen, ihr seht, sie und sie sehen. Regelmäßiges Verb sagen. Ich sage, du sagst, er sie es sagt. ویا زاگن ایا زاگت زیون زی زاگن. ببینید اینجا در دوم شخص و سوم شخص ا به ای تبدیل شده، اما اینجا طبق قاعده است. خب این دیدن ایش زاگن ناین، من نگفتم، اینم گفتن. یه تقابل دیگر هم اینجا با هم دیدیم، قبلا هم تو آموزه که قبلی داشتیم، ولی خواستم این دوتا رو با هم دیگه قشنگ بتونیم لمس کنیم. اما او با بلیک او با وایتق اون رگل مثل که وربن، یه نمنگاهی داره، یه نگاهی داشته باشیم، در واقع یه اوور ویو. او با بلیک همون اوور ویو انگلیسیم، او با میشه بالا، اوور بلیک یعنی ویو همون انگلیسی، اوور ویو او با بلیک خیلی شبیه همه. اوور ویو او با درباره وایتق یعنی دیگری ها، فعلای دیگه بیقاعده اون رگل مثل. Es gibt weitere unregelmäßige Verben. افعال بیقاعده دیگری هم داریم. Es gibt داریم افعال بیقاعده دیگری. Diese Verben sind einige der häufigsten. اینایی که اینجا میاریم، این فعلایی که گفته diese Verben، فعلایی که اینجا these verbs انگلیسیش هستند، häufigsten یعنی رایج ترینش، häufig یعنی رایج، رایج ترینش. Die Konjugation صرف گفتیم اینو دیگه. دی کنیگاسیون دس ورب صرف فعل، این مضاف مضاف الیه، این ترکیب دی کنیگاسیون دس وربز بهش میگن گنیتیف، یاد خواهیم گرفت. صرف فعل ایس اون رگل مسیگ فور دی سوایت اون دیگیت پرزون زینگولار، برای دوم شخص و سوم شخصه که اون بیقاعدگی خودش رو نشون میده، که اینو قبلا هم گفته بودیم. مثلا نیمن، نیمن یعنی تیک انگلیسی، یعنی گرفتن. تو این عکس هم داری میبینی ما ای ها ام داریم که تبدیل میشه به ای ام ام، ایش نیم دو نیمس. این ای ها ام کامل تبدیل میشه به ای ام ام، دو نیمس ارزی اس نیمت. تقت به معنی دعوا کردن و ضربه زدن هم هست، معنی کیک انگلیسی هم معنی میده، که ات ا در تقتن تبدیل میشه به ای ت ت، ایش تقت اول شخص که یکسان ایچ. دو تقیت زی ارزی اس، حالا اینجا زی شو نوشتیم تریت. ویسن به معنی دونستنه، در ویسن اینجا هم نوشتیم بای ویسن ایس آخ دی ارست پرزون زینگولار اون رگل مسیگ، در فعل ویسن اول شخص هم بیقاعده است، ولی در دوم شخص و سوم شخص ای اس اس تبدیل میشه به ای ای شارف اس اس ادا اس ست ایش وایس. ببینید اصلا هیچ ویسن هم شد ایش وایس، این اول شخصش هم بیقاعده است. ایش وایس دو وایست ارزی اس وایس، که خیلی هم جالبه که اول شخصش و سوم شخصش هم با همدیگه یکسانن و اول شخصش هم با کلن بقیه متفاوته. فعل ویسن فعل جالبی هستش. پس نیمن و مثلا ترتن و ویسن، اینا افعال دیگه ای هستن که میتونیم قاعده های دیگه ای هم براش داشته باشیم. اینجا نوشته ورب این افعال، مثالاش که بررسی کردیم. یه چیز جالب هم اینجا داریم، اون رگل مسیش کایت. ببینید اون رگل مسیگ به معنی بیقاعده بود، یه کایت اومده آخرش با
او بزرگ نوشتیم یعنی اسم، یعنی بیقاعدگی. اینجا دیگه اسم میشه، صفت نیست. کایت یه دونه از اون اسم سازاست. هر جا کایت هم دیدید این هم آرتیکل دی میسازه. فعلا تی او انا رو دیدیم، ارگانیزاسیون، یا مثلا این تی او ان که تو کنیوگاسیون داشتیم، گفتم هر جا این رو دیدید آرتیکلتون دیه. یکی دیگه از اون کلمات کایته. مثلا هر جا شما کایت رو دیدید اونجا میتونید بگید که این آرتیکل این اسم همیشه دی هستش و آرتیکل ورب هم که میدونید داس هست. خواهی فردی همه رو گفتی، بایشپیل هم بگو دیگه. آرتیکل بایشپیل هم داس هست، داس بایش. اما اسلاید آخر این آموزه که ما وایتق وربن کنس تو آختی وربن کومن هایسن اون وونن کنن، یعنی دونستن. آیا فعلای دیگه مثل کومن، رسیدن و اومدن، هایسن نامیده شدن داشتیم ایش هایسه و اینها، و وونن اقامت کردن زندگی کردن رو هم میشناسید؟ ایش کومه، دو کومست، ارزی اس کومت، ویا کومن، ایا کومت، زیون زی کومن، ایش کومه، من اومدم. خب این الان بچه ها غگل مسیگه یا اون غگل مسیگ؟ خب معلومه دیگه، ا اس د ت ا ان ت ا ان قاعده داره، پس این غگل مسیگ هم هست. هایسن، ایش هایسه، دو هایست، ارزی اس هایست، ویا هایسن، ایا هایست، زیون زی هایسن. اینجا ما است داریم دیگه، خبری از است نیست. خب حداقل به نوعی میشه گفت این هم همون فعل بی قاعده است، یعنی چون وقتی یه قاعده تعریف میکنیم میگیم اندون بعد این باشه دیگه، اینو تا آخرم میبریم. حالا کاری نداریم که است شارف است است، بالاخره اون استر رو ما نمیبینیم. حالا ما دیگه درگیر این نیستیم که بگیم آقا این بی قاعده است یا با قاعده است، ولی هایسن فعل بی قاعده طبقه بندی میشه، یا به قول خودشون کاتگوری رن میشه. وونن اقامت کردن، زندگی کردن، ایش وونه، دو وونز، ازی از وونت، ویا وونن، ایا وونت، زیون زی وونن، که این هم یه فعل با قاعده هستش. وونند، حالا به قول آلمانیا اینجا انده، اوند گنیسن، زندگی کردن و لذت بردن، گنیسن کردن. ایش هایسه ماروین، من ماروین هستم. خب در اینجا ما صرف افعال رو هم برای افعال مهمتر و پایه‌ای‌تر در زبان آلمانی و در زمان حال به پایان رسوندیم. بحث صرف اینجا بسته نمیشه، صرف همچنان ادامه داره. افعال جدا شدنی ما داریم در آلمانی، غیر جدا شدنی داریم، اونها هم صرفش یه بحثای متفاوت‌تری خواهد داشت. افعال پقتقیتوم در گذشته داریم، اون هم صرف میشه. افعال مدال داریم، صرف اونها هم هستش. اما اون چیزی که در بیس و پایه داستان هستش رو ما یاد گرفتیم. در تو افعال جدا شدنی در زبان آلمانی بخواهی با هم صحبت کنیم، اما اهداف این آموزن لرن ترنباغ و بر افعال جدا شدن اینو بخواهی با هم یاد بگیریم. او به زد سمی ترنباغ و بر سو بیلدن بخواهی با هم تمرین کنیم جملاتی رو بسازیم که در اونها افعال جدا شدنی به کار رفت. ترنباغ ورون، این دویچن گیبت از ترنباغ ورون. در زبان آلمانی ما افعال جدا شدنی رو داریم که ترنباغ به معنی جدا شدنی یا سپربل هست. زیبشتهن از اینم پرفیکس اون اینم وربشتم، دست پرفیکس یا همون پیشوند پریفیکس هست و وربشتم به معنی ریشه فعل یا همون استم آف ورب هستش. زوم بایشپیل آفشتهن، انتیهن، اینکافن، فاربرایتن، انروفن. اگر دقت کنید الان ما از یک پرفیکس و یک وربشتان اومدیم، در واقع افعال خودمون رو ساختیم. گفتومیش ان، آیا تو به من تلفن زدی، زنگ زدی، که اینجا تصویر رو دارید مشاهده میکنید، فعل انروفن هست. حالا در این آموزه اگه میخواییم در تو با این افعال جدا شدنی با هم صحبت کنیم. Es gibt viele Trennbare Präfixe. ما پرفیکس ها یا همون پیشوند های بسیار زیادی در زبان آلمانی داریم. برخیش مثل an, ein, ab, her, auf, nach, aus, hin, vor, mit, zu, fern, zurück, weg, los و vorbei و برخی دیگه از پرفیکس ها که حالا ما چند نمونه شو اینجا براتون آوردیم. مثلا anschauen، ich schaue an. اگر دقت بفرمایید ما در صرف افعال جدا شدنی باید اون قسمت پیشوند خودمون رو پس از فعل
قرار بدیم. البته اگر سایر اجزا هم در جمله داشتیم، اون پیشوند ما در پایان جمله قرار میگیره. آنشاون به معنای تماشا کردن یا در زبان انگلیسی به اون واچ میگن. میت بیرینگن، دو بیرینگس میت. ما اینجا اشخاص مختلف رو مورد آنالیز قرار بدیم. مثلا اینجا اول شخص رو براتون مثال زدیم برای فعل میت بیرینگن، دوم شخص مفرد رو آوردیم که شده دو بیرینگس میت. مجددا قسمت جدا شدن یا پیشوند ما پس از فعل قرار گرفته و میت بیرینگن یعنی با خود بردن. Bring along. Ein kaufen, wir kaufen ein. مجددا قسمت جدا شدنی پس از فعل قرار گرفته. Ein kaufen معنی خرید کردن. Shop و aufmachen, sie macht auf. که aufmachen معنی باز کردن یا open هست. این افعال جدا شدنی معمولا معانی زیادی دارن. برخی از مهمترین معانی شما براتون اینجا قرار دادیم. Vorbereitet یا bereitet for. که vorbereitet به معنی آماده کردن. Prepare هست. خواستیم چند مثال ببینیم از افعال جدا شدنی از صرف اونها، و اگر ما یک جمله طولانی تر داشتیم بعد از اینکه فعل در جایگاه دوم قرار گرفت، سایر اجزای جمله رو قرار میدیم و اون پیشوند خودمون یا پرفیکس رو در پایان جمله خواهیم آورد. Satz Stellung von trennbaren Verben، اون جایگاه قرارگیری کلمات در یک جمله که افعال جدا شدنی داشته باشه رو می‌خوایم با هم ببینیم. Der Verb stammt steht im Aussage Satz an zweite Position, das trennbare Präfix steht am Ende. در یک جمله همونطور که در اسلاید قبل خدمت شما عرض کردم، فعل ما در جایگاه دوم قرار میگیره و اون پیشوند جدا شدنی ما در پایان جمله. با این فرق ذات در جملات پرسشی steht der Verb stammt an erste Position. در جملات پرسشی که ما داریم، اون فعل ما یعنی ریشه فعل ما در جایگاه اول قرار میگیره. Das trennbare Präfix steht auch am Ende. مجدداً اون قسمت جدا شدنی، پیشوند فعل جدا شدنی ما در پایان جمله قرار میگیره. مثلا یه چند تا جمله با هم ببینید. دو تا جمله اول جملات خبری هستند، دو تا جمله بعد جملات پرسشی. مثلا فعل anfangen به معنای شروع کردن یا همون start در زبان انگلیسی. Wir fangen heute an. ما امروز شروع میکنیم. حالا ممکنه دانشگاه باشه یا هر چیز دیگه. اگر دقت کنید فعل anfangen جزء جدا شدنی آنش در واقع اون پیشوندش در پایان جمله قرار گرفته و ریشه فعل که fangen هست در جایگاه دوم. حالا جمله دوم. Wir stehen um 8 Uhr auf. ما در ساعت 8 از خواب بلند میشیم. ریشه فعل در جایگاه دوم قرار گرفته و آف هم در پایان جمله. آف اشتهم به معنی بلند شدن و در زبان انگلیسی معادل هستش با فعل get up. اما جمله سوم. Least to beat than text for. آیا میشه این تکست رو for listen کنی، با صدای بلند بخونی، یعنی read along در زبان انگلیسی. اگر دقت کنید least در جایگاه اول قرار گرفت چون یه جمله پرسشی داریم و for در پایان جمله. زیست و عین یک آن انسیهن به معنی لباس پوشیدن، پوتان کردن. زیست در جایگاه اول قرار گرفته و پیشوند ما که همون آن هست در پایان جمله. آیا یک ژاکت پوشیدی یا نه؟ یه سوال معمولا هم یا ناین فقایه هسته، چون شما میدونید جملاتی که با فعل شروع بشن در جملات پرسشی منظورم هست، جملات یا ناین یا یس نو کوئسشن یا بله و خیر هستن، و جملاتی که با و فقایه شروع شن مثلا مثل واس، مثل وی، مثل ور، اینها جملاتی هستن که از ما دیتا یا اینفورمیشن و اطلاعات میخوان. پس این اصطلاح یاد گرفتیم که در یک جمله باید فعل رو در جایگاه دوم قرار بدیم و پیشوند فعل جدا شدنیمون رو در پایان جمله، و در جملات سوالی پیشوند همچنان در پایان جمله است و فعل ما در جایگاه اول قرار میگیره که دید. اما فیند دی ترنبارن بربن، میخواییم افعال جدا شدنی با هم پیدا کنیم. الکس اشتد هایت ام هلد زیبن آف اردوش سوئرد. الکس ساعت 6 و نیم از خواب بلند شده و اول هم دوش گرفته. ببینید ساعت 6 و نیم و این هم دوش گرفتن. اگر دقت بفرمایید فعل آفشتهن اینجا فعل جدا شدنی ما هستش. تا حالا میتونیم اینجا نشون بدیم اینجا ما فعل آفشتهن رو داریم. فقط دقت کنید در جایگاه دوم یا پوزیسیون 2 اشتت رو داریم و آف رو آم انده یا در پایان جمله داریم. الکس زید دانخ این هوزه اون این پولوه آن. بعدش الکس
شلوار و پولوور خودش رو تنش کرد که اینجا در این تصویر میبینید. الکس arbeitet von 9 Uhr bis 15 Uhr. از ساعت 9 تا ساعت 3 بعد از ظهر کار کرد که اینجا کار کردن الکس رو میبینید. حالا فعل arbeiten رو اینجا داریم، در جمله قبلی هم فعل anziehen رو داشتیم که در فعل anziehen یه فعل جدا شدنی رو شما میبینید.